سلام به همه بینندگان و دوستان عزیز، به کانال آموزشی ما خوش اومدید. خب همونطور که از ابتدای ویدیو متوجه شدید، ویدیو امروز ما درباره ساخت یک چراغ یا اجاق الکلی دو شعله هست. خب وسایل مورد نیاز برای ساخت این چراغ رو به ترتیب از بالای صفحه سمت چپ نام میبریم. خب دو عدد سردوش حمام مدل استیل، سه عدد اتصال دو سربزبه آهنی ساید دو که دو تاش 15 سانتی است و یکیش 20 سانتی. این اتصال ها به صورت آماده هست، میتونید از لوله فروشی ها تهیه کنید. سه عدد سراح چدنی سایز دو، دو عدد پلومکن سایز دو، دو عدد مغزی سایز دو، یک عدد زانویی یک سررزبه سایز دو، یک عدد بوشن سایز 5 به همراه پلومکن و یک عدد تبدیل 5 اینچ به سایز 1/2 اینچ یا سایز دو. خب برای شروع کارمون یکی از سردوش ها رو بر میداریم و مطابق ویدیو داخلش رو بایستی با پنبه بهداشتی به طور کامل پر کنیم. فقط دقت داشته باشیم که تمامی قسمت های داخلی سردوش بایستی با پنبه خوب پر بشه. برای بهتر شدن این کار از یک پیشکشتی کمک میگیریم و بعد از پر شدن سردوش به سراغ یکی دیگه میریم و اون رو هم مثل همین یکی با پنبه خوب پر میکنیم. بعد از پر شدن سردوش ها نوبت اینه که به هر کدوم از اونا یکی از مغزی های آهنی رو ببندیم. قبل از بستن مغزی ها رو خوب تفلون میزنیم تا به خوبی به روی سردوش ها آب بندی بشه و بعد از صفر شدن مغزی روی سردوش با اون یکی دیگه سردوش هموم هم همین کار رو انجام میدیم. خب تو این قسمت یکی از اتصالهای دو سررزبه 15 سانتی رو برمیداریم و تفلون میزنیم و مطابق ویدیو به سر یکی از سراهای چدنی میبندیم و بعد انجام این کار با آچار خوب سفتش میکنیم که بعدا مشکل نشت پیش نیاد. خب بعد از صفر شدن اتصال 15 سانتی روی سراحی سراغ اون یکی دیگه اتصال 15 سانتی دیگه هم میریم، اونم مطابق همین تفلون میزنیم و روبروی اتصال دیگه روی سراحی بایستی بسته بشه. خب تو اینجا میبینیم که یه سر سراحی چدنی مونده و اونم محل بسته شدن اتصال دو سررزبه 20 سانتی هست. برای این کار قبل بستنش یعنی کافیه که یه سرش رو مطابق ویدیو تفلون بزنیم و به روی سراحی میبندیم و با آچار محکمش میکنیم. خب ما دو تا سراحی چدنی دیگه داشتیم، محل بسته شدن اونها به دو سر اتصال های 15 سانتی هست. خب چرا ما به جای سراحی از زانوی استفاده نمی کنیم؟ این کار یک دلیل خیلی مهم داره که در ادامه ویدیو بهش اشاره می کنیم. قبل بستن سراحی ها کافیه که سر اتصال ها تفلون بزنیم و با آچار محکمش می کنیم. بعد بستن سراحی با اون یکی دیگه سراحی هم مطابق ویدیو همین کار رو انجام می دیم. Thank you.
در اینجا بایستی ما مطابق ویدیو به سر هر کدوم از سرایی چدنی یک پلمکن ببندیم و قبل از بستن نوار تفلون میزنیم و محکم میبندیمشون. تو این قسمت نوبت بستن زانویی یک سر رزوه چدنی به سر اتصال 20 سانتی هست. قبل از بستن زانویی کافیه که سر اتصال رو تفلون بزنیم و زانویی رو با چار محکمش کنیم. خب اینجا بوشن سایز 5 یا 1.2 اینچ رو داریم که ازش به عنوان مخزن سوخت چراغ الکلی استفاده میکنیم. دوستان اگه خواستید میتونید از بوشن های سایز کوچکتر هم استفاده کنید، این کار دل بخواهیه. خب میخوایم تبدیل سایز 5 به 1.2 اینچ رو به روی بوشن ببندیم. برای این کار کافیه که تبدیل رو نوار تفلون بزنیم و با آچار روی بوشن محکم ببندیم. حالا نوبت بستن بوشن روی اجاقمون هست. تو این قسمت بوشن روی زانویی یک سر رزبه بسته میشه و قبل بستن سر رزبه زانویی رو تفلون میزنیم و بوشن رو با آچار محکم میبندیم. نوبت بستن سردوش ها روی سرایی اجاق هست. قبل بستن لازمه که مغزی های روی سردوش ها تفلون داده بشه. قبل از بستن سردوش ها لازمه که با پنبه یک فتیله مطابق ویدیو بسازیم و فتیله رو داخل مغزی متصل به سردوش جا بزنیم و بعد سردوش رو با چار محکم کنیم و بعد از انجام این مراحل با اون یکی سردوش هم همین کار انجام میدیم. خب در پوش بوشن رو بر میداریم و تفلون میزنیم چون که میخواییم ازش به عنوان درب مخزن سوخت چراغ استفاده کنیم. این قسمت سه تا پیچ 3 سانتی رزوه تو آهن داریم که میخواییم ازشون به عنوان پایه چراغ استفاده کنیم. برای این کار کافیه که دایره های روی سردوش رو بشماریم و تقسیم بر 3 کنیم جمعشو. محل دقیق ستا پایه معلوم میشه و این پیچ ها به راحتی با آچار داخل سوراخ های سردوش سفت و محکم بسته میشه. خب
خب تو این قسمت میخواییم پایه چراغمون رو تست کنیم. برای این کار از یک کتری پر از آب استفاده میکنیم. شاید برای دوستان سوال پیش بیاد که اگه روی یک طرف چراغ وسیله بذاریم و طرف دیگه اون وسیله نباشه، چراغ چپ میشه یا طرف دیگه بلند میشه؟ در صورتی که اینطور نیست. تو اینجا میبینید که کتری پر از آب که به راحتی چند کیلو برداره روی یک طرف پایه اجاق گذاشته میشه و اجاق ما بدون اینکه چپ بشه یا بلند بشه سر جای خودش ایستاده. دلیل این کار اینه که ما زیر هر شعله اجاق یک سه‌راهی چدنی گذاشتیم و سه‌راهی چدنی اجازه این کار رو به اجاق نمیده. ما میخوایم علاوه بر کتری پر از آب یک آجر هم روی اجاق بذاریم تا بهتر متوجه بشید که اجاق ما چپ نمیشه یا کله نمیکنه. میخوایم مخزن سوخت چراغ رو با الکل سنتی پر کنیم. دوستان در مورد چراغ‌های الکلی، الکل سنتی حرف اول رو میزنه. ما از مارک فارس اصل استفاده میکنیم که کیفیت خیلی خوبی داره. عزیزان هر چقدر چراغ الکلی ما بدون نقص باشه، اگه الکل سنتی بی کیفیت باشه کار نمیکنه یا خیلی خوب کار نمیکنه. خب الکل رو داخل مخزن چراغ میزنیم و در پوشمون محکم میکنیم. دوستان برای هر بار روشن شدن چراغ بایستی کمی الکل روی هر طرف از اجاق ها که میخواییم بایستی بریزیم و اون رو روشن کنیم تا آتش الکل باعث داغ شدن بدنه سردوش ها بشه و این کار باعث ایجاد گاز یا بخار الکل میشه و چراغ الکلی ما شروع به سوختن با شعله آبی میکنه. خب چراغمون رو با کبریت روشن میکنیم و منتظر میمونیم که تا بدنه استیل سردوش ها داغ بشه و شعله چراغ متمرکز بشه. خب دوستان عزیز، چراغ الکلی دو شعله ما داره به خوبی کار میکنه. این چراغ به راحتی چند ساعت میسوزه، اونم فقط با یک شیشه الکل. میتونید از این چراغ برای داخل چادر یا تفریح یا کوهنوردی، خلاصه برای آشپزی اینا استفاده کنید و هر وقت که خواستید میتونید با یک فوت کردن هر کدوم از شعله ها رو خاموش کنید تا در مصرف الکل صرفه جویی بشه و هر وقت که خواستید روشنش کنید کافیه که یک کبریت زیر سردوش نگه دارید چند ثانیه تا اجاق دوباره روشن بشه. دوستان عزیز اگه از ویدیو خوشتون اومد اونو لایک کنید و کانالمون رو سابسکرایب و تا یک ویدیو دیگه همگیتون رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدارتون.